عدد ویدی آی و ترشولد هم در فلزیابای مغناطیسی است هم در فرکانسی ها. مغناطیسی ها ترشولدشون سطح و حجم نیست، بلکه در یابنده های مغناطیسی پالسی، وی ال اف، تی آر، بی اف و آی بی یا اون مغناطیسی هایی که آنتنی هست. اگر هم ترشولدی درش تعبیه شده باشه، فقط برای ایجاد تعادل در صدا یا در میدان مغناطیسشه، نمیتونه سطح و حجم رو تشخیص بده، چون کارشون تشخیص انرژی و تشعشع نیست، چون مغناطیس با فرکانس کاری نداره. یابندهای فرکانسی، رادارهای زمین دستی، معدنیاب ها، فلزیاب ها شرایط تشخیص وضعیت فرکانس رو دارن و عدد ویدیوهایشون در ادیت میتونه انواع فلزات مثل طلا، نقره، مس، روی آهن، نیکل، کروم، آلومینیوم، برنج، چاه، حفره، کوارتز، سیلیس، انواع مواد معدنی رو و حتی پولتب‌ها رو تشخیص بده و جدا سازی کنه. این از محاسن سیستم‌های فرکانسیه که با تنظیمات ترشولد سطح و حجمش میتونید میزان جریان اندازه اهداف رو کوچیک، بزرگ، متوسط رو تشخیص بدید و تقسیم بندی کنید و حتی خود اهدافی هم که به عنوان مثال عددهایی که به عنوان اهداف کوچیک قرار داده شده تو ترشولد سطح و حجم میتونه تفاوت‌های حتی اهداف کوچیک رو به نسبت هم در محدوده‌ای که دارید کار میکنید تقسیم بندی کنه. خود عدد ویدیوی عمدتاً از عدد 1 تا 100، هر عددی مخصوص یک فلز، یک منبع، یک هدف و یک جریانه. یعنی اگه عدد ویدیوهای شما برای طلا گذاشتید دیگه طلا رو میگیره، اگه برای طلای ناخالص عدد ویدیوهای گوشی میره دنبال ناخالصه، اگه گذاشتید رو سیلیس میره دنبال سیلیس، اگه کوارتز گذاشتید میره دنبال کوارتز، اگه حفره گذاشتید میره دنبال حفره، یعنی همون عدد اون رو میگیره. قرار بر این نیست که شما مثلا یه عدد خاصی رو بدید، این عدده برای تلاست، بعد عدده رو که تغییر بدی بازم به طور مثال بره تلا رو بگیره. خب این دیگه ویدیوی نیست، چون فانکشن ها این کارو میکنن، هر چیزی یا خوراکی یا هر چیزی که اونجا تغییرات داشته باشه میرن سراغش میگیرنش. ترشولد سطح و حجم که اندازه رو تعیین میکنه فقط مال فلزیاب های فرکانسیه و باید بدونید چه تصویری، چه آنتنیش، چه لیزریش، هر عددی از ترشولد که میدید یک هدف در یک حدود اندازه رو میگیره. این میتونه نوع فلز، جریان فلز، جریان‌های مربوط به اون شریان‌های حرکتی مغناطیسی. ببینید ما مغناطیس‌های در حال حرکت داریم که خیلی جاها به میادین مغناطیسی دیگه یا میدان‌های مغناطیسی دیگه، میادین جایی که دو تا سه تا میدان از منابع مختلف در کوهستان‌ها به هم دارن فشار وارد می‌کنن، یه مغناطیس دیگه در حال حرکت انرژی گرفته، هی بار الکتریکی بالاتری رو گرفته و داره با سرعت بیشتری نسبت به اونای دیگه حرکت می‌کنه، غالب میشه و یه جریانی امکان داره در یه میدان الکتریکی مثبت اونجا باشه، یه وضعیتی مثل بارهای مثبت، شبیه بارهای مثبت پدید بیاره و سیستما به اون پاسخ بدن. مغناطیسی‌ها، مگنومسترا، یونیابا، تسلاها، آنتنی های مغناطیسی که ترشولد سطح و حجم اندازه دارن اینجور نقاط رو میگیرن و اینا با ترشولد سطح و حجم به نسبت همون عدد ویدیوهای قابلیت جداسازی رو ایجاد میکنه و اپراتور میتونه در یک سیستم فرکانسی با اندازه های مختلف اهداف رو در همون عدد ویدیوهای خاص اون فلز تشخیص بده و اونهایی که خطا هستن و امکان داره ایجاد خطا کنه رو با ترشولد سطح و حجم جدا کنه. این دستگاه هایی هست آنتنیه میگن این ترشولد داره، ولی وقتی بهش میگه آقا مثلا ترشولد به طور مثال ویدیوهای 55 25 مال چیه تو ترشولد، ویدیوهای 55 ترشولد 25 مال چیه، نمیتونه پاسخ بده چون نمیتونه بره اونجا کربن رو بگیره، این عدد کربنه. یا مثلا بهش میگی حفره رو با چی میگیری، اون نمیتونه ترشولدش بره با اندازه سطح و حجمش حفره رو بگیره چون مغناطیسیه، حالا چه آنتنیش، چه پارسی وی ال اف تی آر بی اف اوش، چه تصویریش که از نوع مغناطیسی باشه، مگنوم تسلا یونیابا که اصلا این ویژگی ها رو ندارن. پس در مجموع ترشولد سطح و حجم مال یه دستگاه فرکانسیه، عدد ویدیوهای مال یه دستگاه فرکانسیه با ترشولد سطح و حجم و عدد ویدیوهای همه فلزات کدایی متفاوت داره و خود سطح و حجم هر عددی برای یک فلز، یک آلیاژ و یک کیفیت و یک کارایی. این تفاوت فاحش دستگاه‌های فرکانسی از نوع آنتنی، تصویری یا لیزری برای جداسازی طبقات و تشخیص اندازه فلزات و فرکانسی‌ها، چه آنتنیش، چه تصویری، چه لیزریش، طلا رو میتونن در اون بگیرن و تفکیک